درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه زرتشت، آرتیمیس اهورا هستم و این برنامه کاری از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی. در این سری برنامه ها به آن چیزهایی میپردازه که به هویت ایرانی، فرهنگ، ادب، تاریخ و هر اون چیزی مربوط میشه که یک حوزه بزرگ تمدن ایران رو در بر میگیره. در این برنامه ما با جستارهای گوناگونی تا کنون در خدمتتون بودیم که بسیاری از اونها یک جوری حول محور نگاه ایرانی زرتشتی ماست و اینکه اهمیتی که باورهای زرتشت و نگاه زرتشت، نگاه خردمندانه فلسفی زرتشت در زندگی ما و میشه گفت در زندگی بسیاری از افراد جهان هم داشته. در برنامه امروز میخوایم به این موضوع بپردازیم که چرا اصولاً ما باید باور زرتشتی رو نگهبانی کنیم، نگهداری کنیم و چرا اهمیت داره که اگر ما باورمند به دینی هستیم یا باورمند به دینی نیستیم، این آیین نیاکانی رو حفظ و نگهداری کنیم. در برنامه امروز مهمان من بانو خانم دکتر الیکا بقایی هستند که در برنامه‌های پیشین هم با من بودن و جستارهای بسیار خوب و پرباری رو ما با هم داشتیم. امروز هم با ایشون در همین باره قراره که گفتگو کنیم. درود بر شما خانم دکتر بقایی، خیلی خوش آمدید به برنامه. درود بر شما آرتمیس خانم عزیز و همه بینندگان خوب برنامه، خوشحالم که بازم در یک برنامه دیگه در خدمت شما با بحث‌های بسیار پربارتون هستم و امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم. سپاسگزارم. یک سری از آمارها رو من پیش از این که اصلا جستار رو آغاز کنیم باید خدمت بینندگان جهت آگاهیشون بدم که باید بدونیم که ما در فاصله زمانی نه چندان، شاید به فاصله چیزی حدود چندین دهه پیش تا اکنون، ما چیزی حدود 40.5 میلیون زرتشتی در جهان داشتیم. یعنی شما اگر شاید پس از جنگ جهانی دوم به این سو در نظر بگیرید، آمار زرتشتیان جهان بسیار کاهش یافته و طبق آماری که فزانا یا سازمان زرتشتیان شمال آمریکا تقریبا هر چند وقت یک بار میدن بیرون، این آمارها خیلی هم دقیقه و بیشترش بر مبنای سروی و اطلاعات پژوهشی است که با پرسشنامه ها جمع آوری میشه. خیلی اوقات آمارهایی که میدن این رو نشون میده که چیزی حدود 190 هزار حد اکثر زرتشتی ما در کل جهان داریم که به نظر میرسه که بین 190 هزار و 130 هزار تا در قسمت‌های مختلف، آمارهای مختلفی معمولاً در جهان گفته شده، ولی خب چیزی زیر به هر حال 200 هزار نفر ما در جهان زرتشتی داریم و این نشون دهنده اینه که اگر ما الان آغاز نکنیم به نگهبانی و نگهداری از این باور و آیین نیاکانیمون، میتونه در عرض 100 سال تمام باور زرتشتی در جهان محو بشه و ما دیگه زرتشتی نداشته باشیم. از این نظر این آمار بسیار تکان دهنده و بسیار با اهمیته که ما می‌بینیم که در فاصله 2 سال آمارهایی که گرفته شده، نگاه می‌کنیم که زرتشتیان کمتری به صورت موبد یا موبدانی وارد عرصه نگهبانی از این آیین شدن و از سوی دیگه ما یک سری افرادی داریم که بهش میگیم فیک کانورس یا زرتشتی شده های دروغین یا قلابی، که خیلی ها ممکنه که حتی به خاطر فقط پناهندگی گرفتن در این کشور اون کشور تغییر باور داده باشن، نه اینکه واقعا باورمند باشن به این آیین ملی و نیاکانی، نه الزاماً حتما به صورت یک دین ولی به صورت یک باور ملی یا سیستم زندگی ملی یا نگاه به جهان. و این نشون میده که ما در آمار فزانا نشون میده که ما در شمال آمریکا و به طور کلی در کشورهای مهاجرپذیر مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان
که انگلیسی زبان هستن و مهاجر میپذیرن چیزی کلن حدود 100 به اصطلاح موبد زرتشتی باقی مانده که بسیار بسیار آمار کمی است. شما بخواید فقط در برابر تعداد، حالا نمیگم با مسیحیت بتونید اصلا مقایسه کنید، حتی در دینهای کم شمارتر مانند آیین یهودیت هم شما خیلی خیلی تعداد به اصطلاح کشیش یا کسانی که ربایی یا کسانی که متولیان یا آموزش دهندگان این باور هستن و مراسم دینی باورهای خودشون انجام میدن، تعداد به این کمی نیست در آمریکای شمالی. در آفریقای جنوبی آخرین موبد زرتشتی اخیراً فوت شد و ما دیگه یک نفر موبد زرتشتی در کل قاره آفریقا نداریم. و باز تکون دهنده تر اینه که بدونین حدوداً کلن در 11,000 تا زرتشتی در در آمریکا وجود دارن، 6,000 نفر در کانادا، 5,000 نفر در انگلستان، 2,700 نفر در استرالیا و 2,200 نفر در به اصطلاح حوزه خلیج فارس، نه در ایران. در ایران و هندوستان هم که به اصطلاح هوملند یا سرزمین مادری که این دین در اونجا بیشترین شمار رو داره، ما بسیار بسیار عده کمی داریم. بزرگترین کامیونیتی یا اجتماع یا انجمن زرتشتیان جهان در مامبی، که همون چیزی که ما بهش بمبی میشناسیم، شهر مامبی وجود دارن که چیزی حدود 70-80,000 نفر هستند. و در خود ایران بسیار بسیار آمار بسیار بسیار واقعا آمار غم انگیزه و ما چیزی زیر 30-40,000 نفر داریم در ایران زرتشتی. شاید اگه بخوام دقیق تر بگم چیزی حدود 25,000 نفر زرتشتی در ایران باقی موندن. این آمارها باید من و شمای ایرانی رو از هر باور و آینی که هستیم به خودمون بیاره و تکونمون بده. این مانند این میمونه که یک بخش بزرگی از قلب و روح ایران داره از بین میره، همون جوری که ما میبینیم بسیاری از مراسم ایرانی رو متاسفانه در چند دهه اخیر حکومت ایران از بین برده و کمرنگ کرده و حتی به نابودی کشونده. ما میبینیم که با این آیین ملیمون، با این آیین نیاکانیمون، با همه هویت ایرانیمون که در گروه نگاه اشو زرتشت بزرگ نهفته است، چه رفتار فاجعه آمیزی در پیش گرفته شده که ما یک همچین آمارهای به شدت تکان دهنده و غم انگیز رو مواجه هستیم. و من شخصا به عنوان یک زرتشتی بسیار بسیار متاسفم، برای اینکه فقط این مهم نیستش که من و شما باورمون رو برگردونیم به زرتشتی، به اصطلاح که میگن کانورت یا نو زرتشتیانی که باز میگردن از آیین‌های دیگه به این آیین، بلکه این مهمه که من و شمای ایرانی بر اساس این نگاه آغاز کنیم به زندگی کردن و این بیاد توی خونه های ما، بیاد توی زندگی های ما، بیاد توی غذا خوردن ما، بیاد توی مراسم خانگی ما، بیاد توی نشست و برخاست های ما و شیوه اندیشه و گفتار و رفتار ما. و اگر این اتفاق نیفته و ما اگر زرتشتیان فعالی حداقل از اون عده‌ای که نوزرتشتی هستن نداشته باشیم، اصلا به هیچ دردی نمیخوره. اگر کسی قرار زرتشتی بشه فقط روی تیک کاغذ یه برگه به عنوان نوزرتشتی یا زرتشتی شده به اصطلاح داشته باشه یا بازگشته شده به دامن این باور نیاکانی، اگر فقط همون یه دونه برگ کاغذ باشه و من شما هیچ اقدامی نکنیم در جهت زنده کردن این نگاه باستانی و نیاکانیمون، هیچ اهمیت و ارزشی نداره. من اینجا میخوام که از خانم دکتر بقایی بخوام، یعنی این پرسشم هست که چرا اصولاً ما ایرانیان و هر ایرانی که خردمنده و خودش رو آزاد اندیش میدونه و خودش رو یک آدم در واقع up to date، کسی که با زمان داره میاد جلو، چگونه است که به نظر من یا به نظر شما باید ما نگاهمون زرتشتی باشه، حتی اگر که به دین زرتشت به عنوان یک دین که ما هیچ کدوممون واقعا نگاهو نداریم، که از آسمان چیزی وحی شده باشه به زمین و خداوندی اون بالا نشسته باشه، انگشتاشو تکون داده باشه واسه ما، یه داستانهایی رو ساخته باشه، فرستاده باشه، اون وحی هم یه نفر گرفته باشه و اومده باشه قصه ها رو برای بقیه تعریف کرده باشه، چه خبره؟
ما هیچکدوممون این باور رو نداریم. ولی چرا انسان‌های آزاداندیش باید نگاه زرتشتی داشته باشن ایرانیان؟ آرتمیس جان، همون جوری که خودت هم الان گفتین، ایرانی ها دو صفت رو همیشه داشتن، یکی آزاداندیش بودن و یکی هم خردمند بودن. یعنی اونها در طول تاریخ نشون دادن که همیشه انتخاب هایی رو انجام دادن که تحت فشار نبوده و حتی اگر به زور مجبور شدن در دوره تاریخی راهی رو انتخاب بکنن، همیشه یا اون رو تعدیل کردن یا اینکه به راه قبلیشون برگشتن. از طرف دیگه انسان خردمندی هستن. ما حتی تا امروز میتونیم رو در میان ایرانی ها ببینیم، و دلیل اینکه شاید خیلی اوقات مردم ایرانی و ایرانی تبار رو تفاوت میذارن و مثلا جدا میکنن با خیلی از اقوام دیگه یا کشورهای دیگه، و حتی وقتی که کشورها با دولت ایران مشکل پیدا میکنن، همیشه سعی میکنن بحث مردم و دولت‌ها رو جدا بکنن. نشون میده که مردم ایران مردمی خردمند بودن. مهمترین دلیلی هم که من میخوام برای شما بگم که چرا ایرانی ها باید راه زرتشت رو، راه زرتشت رو در واقع پیروی بکنن، همینه. وقتی که ما نگاه میکنیم به اون چیزهایی که در سد راه این اخلاق هستش، دو نگاه از همه پررنگتر در واقع قد علم میکنن در مقابل این باورها و این اخلاق تاریخی و زرتشتی و خردمندانه زرتشتی. یکی گروهی هستن که خب ما میدونیم اون رو در تقابل میدونن، حتی میتونم بگم بدون آگاهی از متن دین یا باورها اون رو در تقابل میدونن با دین اسلامی. خب شاید هم در تقابل باشه، ولی در تقابل شخصی میدونن و فکر میکنن که اگر که این دین رو دارن، پس در نتیجه اگر اینو به عنوان دین میپذیرن، پس نباید هیچ نگاهی به این دین داشته باشن. و گروه دیگه‌ای هستن که کلن آیین زرتشت، باور و اخلاق زرتشتی رو دین به مثل یک دین در کنار ادیان سامی قرار میدن و با اون به مقابله برمیخیزن. من میخوام که اگر شما اجازه بدیم با چند بند از بندهای خود گاهان و گاتا به این دوستان جوابی بدم که یک نشون میده که اصلا ما اون چیزی رو که به نام دین زرتشت میشناسیم، یک دین همانند اون ادیان سامی نیست، چون که خودتون هم گفتید چیزی نیست که در رأس اون یک پیامبری اومده باشه و اون پیامبر تنها رابطه میان اونها و خداوند باشه، و از طرف دیگه هیچ اجباری هم در اون نیست. یعنی شما با پیروی از این آیین میتونین آزادانه روش زندگیتون رو انتخاب بکنید. پس شما به هر باوری هم که باشین میتونین این راه رو انتخاب بکنین، و اگر زمانی به یک تضادی رسیدید در این رفتار، بهترین گزینه اینه که به خردتون رجوع بکنید و بعد تصمیم بگیرین که کدوم یکی راه درستی رو شما پیشنهاد میده. اولین بندی رو که خیلی دوست دارم یکم جزئی به اون بپردازیم، هات سی بند دو هستش، که در اون میاد و از انسان ها میخواد که بشنوید. خیلی جالبه آرتمیس جان، حتما شما میدونید که در متون پهلوی ما از دو خرد، دو نوع خرد صحبت کردیم. یکی آسم خرد که اونو خرد ذاتی و درونی میدونیم، یعنی در واقع همون چیزی که از طریق خداوند جهان، بخشی از خداوند جهان در وجود ما قرار داده شده. ببخشید من کمی صدام گرفته. و دوم من اگه دوست داری کمی گلتو تازه بکنی، من یک نکته به این وسط تو اون فاصله که حالا تو اگه دوست داری آبی چیزی میتونی بخوری، من خدمت بینندگان اینو بگم که خیلی اهمیت داره همیهنان نازنین یا بینندگان این برنامه، چه ایرانی باشید چه نباشید فرقی نمیکنه، خیلی اهمیت داره ما به این نکته توجه داشته باشیم که هر یک نفر ما متولی فرهنگمون هستیم.
هر یک نفر ما متولی هویت ایرانیمون هستیم. فکر نباید بکنیم یک کسانی دیگه قرار از یک جاهای دیگه بیان همه کارها رو انجام بدن، راهها رو همه رو صاف بکنن و بعد من و فرزندانم در یک بهشت برینی زندگی کنیم و همه چی خوب و خوش باشه. اگر من و شما به عنوان یک والد، یک مادر، یک پدر نیاییم و به بچه هامون اصول زندگی ایرانی و اندیشه خودمونو و باورهای نیاکانمونو یاد بدیم، قرار هست که چه کسی این کار رو برای من و شما بکنه؟ من اینو خیلی میشنوم در این ور آب، به خصوص در بیرون از به اصطلاح سرزمین مادریمون، که افراد میگن ما خودمون مثلا زرتشتی هستیم یا باورمند هستیم یا بازگشته این به آیین زرتشت، ولی ما واقعا هیچ راهی نداریم که بتونیم بچه هامون اینها رو انتقال بدیم و یادشون بدیم و اینها در حجمه‌ای که وجود داره از فرهنگ غربی و باورهای حالا مسیحیت یا هر کشوری که حالا دارن زندگی میکنن باورهای غالب اونجا هر چه که هست، ما نمیتونیم این آیین رو نجات بدیم. یکی از اشتباه ترین کارهاست. چرا؟ یکی از اشتباه ترین سخنهاست، برای اینکه احتمالا خود شما، خود من به اندازه کافی بلد نشدیم، نیاموختیم، آشنا نیستیم با اون هویت مادریمون و آیینمون و نیاکانمون و تاریخمون و پشتوانه کشورمون و نگاهمون به جهان، بینیمون به جهان، که نمیتونیم یاد بدیم. چگونه است که من و شما به راحتی میتونیم طرز پخته یک مثلا چلو خورش قرمه سبزی رو به فرزندمون یاد بدیم؟ برای که من و شما بلدیم خورش قرمه سبزیمون رو بپزیم و وای میسیم رسیپیشو به بچه‌مون میدیم، بچه‌مون کنار دست ما نگاه میکنه و بعد یاد میگیره. شما کمتر ایرانی در تمام دنیا میشناسید که با غذاهای ایرانی آشنا نباشه. چرا؟ چون خودمون بلدیم، یاد دادیم. ولی چطور نمیتونیم نگاه زرتشت رو به فرزندانمون یاد بدیم؟ برای اینکه خودمون انجام نمیدیم، خودمون خوب بلد نیستیم، خودمون شیوه زندگیمون واقعا اون نیست و انتظار داریم که خب بچه ما از کی باید یاد بگیره؟ نمیتونیم انتقال بدیم و بچه‌مون هم میره با یک از یک آیین دیگری ازدواج میکنه و بعدم در اون آیین غرق میشه و نابود میشه آیین ما و نمیدونیم باید چه کار بکنیم. حالا من برمیگردم مجددا به خانم دکتر بقایی ببینم که ادامه سخنشون در این باره چه بود. بفرمایید. خیلی جالب گفتید آرتمیس جان. خب گفتم که ما به دو نوع خرد در متون پهلوی اشاره کردیم. یکی آسم خرد و یکی گوشن سرود خرد. وقتی که آسم خرد رو به کار میبری، یعنی خرد ذاتی، یعنی ما بخشی از خردمون، اون خردی که از بعد تولدمون بوده و در واقع ما اون رو بخشی از خرد خداوند میدونیم، حالا خداوند خرد برای همین گفته میشه، و دیگری خرد اکتسابی هستش. و وقتی که در این بند گفته میشه که سرعوتا بشنوید، منظور این گوش خرد هستش، یعنی شما با گوش خردمندتون بشنوید. چه چیزی رو بشنوید؟ بهترین ها رو. و برای بهترین ها همینجا واژه وحیشت رو استفاده میکنه که همون بهشت ما هستش، یعنی امروز ما اونها رو بشنوید، اون آینه خردمندانه که برای شما بهشت رو میاره. و بنگرید با اندیشه روشن. در واقع دو گزینش و دو راه رو گزینش کنید یا جدا کنید. وقتی که در اینجا میخوام یکم گفتم جزئی تر بگم، برای اینکه از ریشه شناسی های استفاده کرده که ما باید اونها رو در واقع به اونها دقت بکنیم، برای اینکه جدا میکنه واژه دین رو، که حتما آرتمیس بانو شما هم میدونید که دین به معنای وجدان بوده، و اون چیزی رو که ما در واقع گزینش کردن یا جدا کردن میگیم، ویچی تهیا یا جدا کردن و یا آوره نه گزینش کردن، که از ریشه ور یا باور هستش. نگاه کنید که خیلی تفاوت وجود داره در این، در انتخاب واژگانی که با ما صحبت میشه در این آیین. و نرم نرم، یعنی خودتون نفر نفر، همون واژه‌ای که به شکل نر اومده و دوباره تاکید میکنه، با خیشتن، با تن خیش، یعنی نه من و نه کس دیگه و نه پدر مادرتون، نه برادرتون، نه یک بزرگ خاندانتون و نه یک پیامبر، خودت و خودت. تو میشنوی، تو کسی هست که میبینی و خودت هم کسی هست که میشنوی. و بعد
در پی اون انتخاب میکنیم، گزینش میکنیم دو راه رو، دو انتخاب رو. خب این دو انتخاب هیچ وقت گفته نشده این کار بده، این چیز بده، این چیز خوبه. در واقع اون رو به خرد تو پیوند داده، گفته که تو با خرد خودت انتخاب میکنی که چه چیزی بد و چه چیزی خوبه. در طول دوران تاریخی گاهی اوقات بعضی چیزها بد بودن و گاهی اوقات بعضی چیزها خوب. ما اگر خرد ما گفته که این کار بد بوده و بعد انجام دادیم، خب ما راه بد رو انتخاب کردیم. و اگر کار خوبی رو انجام دادیم و خرد ما هم با موافق بوده، اون کار حتما کار خوب شایسته بوده و کسی که نمیتونه مهر بد بودن به اون بزنه. پیش از اون که اون انجام، اون فریاد، اون جنبش بزرگ فرا برسه. و دوباره جالبه که در حات 31 بند 9 میگه، حالا دیگه فقط ترجمه ها رو میخونم: از آن تو بود سپندار مزد نیز، از آن تو بود سازنده جانداران، آن خرد مینوی، آنگاه که توی مزدا اهورا بدو راه آزاد دادی، از اینکه به کشاورز گراید یا به کسی که کشاورز نیست. باز هم گفته میشه به تو اهورامزا اجبار نمی کنه، هیچ وقت به تو نیومده بگه حتما این راه رو بره برو. به تو کاملا گزینش و اختیار داده و خرد خودش رو هم به تو داده، چنانچه در حد 31 بند 11 میگه: آنگاه که از برای ما توی مزدا در آغاز جهان دین آفریدی. و اینجا دقیقا دین به معنای وجدانه. ما در آغاز آفرینش هیچ کس دین به معنای امروزی رو نمیتونه بیافرینه. برای چی در آغاز آفرینش نیازی به پیامبر نبوده؟ این دین همون وجدانه که اون رو به ما دادی و از منش خیش خرد بخشیدی، آنگاه که به جان تن دادی، آنگاه که کردار رو آموزش نمودی تا آزاد کیش پذیرد. نگاه کنی که چقدر جالب در اینجا واژگان رو جدا کرده، در حالی که خب من میخوام یک نگاهی بندازم به یک واژه‌ای که شاید خیلی اوقات وقتی که ما میپرسیم از بعضی از پیروان ادیان سامی به ویژه دین اسلام، به ما در پاسخ میگن خب واژه عقل در دین اسلام همون کار خرد رو میکنه. نه خیر، چنین نیست. نخست اینکه واژه عقل اصلا به کار نرفته در قرآن، بلکه به شکل فعل به کار رفته و اون چیزی رو که ما فعل میدونیم فعلیست که اگر شما پیامدهای اون رو نگاه بکنیم بیشتر نه به عنوان فکر کردن، هرچند در ترجمه ها همیشه دوستانم بنویسم فکر کنید، ولی نگاه کنید همیشه در پی یک مثل یک نتیجه بعد دیدین چی شد، حالا فکر کنید. در واقع همون واژه مهار یا پابند، چیزی که شما رو پاتون بسته. آیا ندیدی که یهودیان این پیام رو شنیدند ولی به آینه تو ولی در اون تعقل نکردند، در بند اون در نیامدند؟ یا در جاهای دیگه میاد میگه اهل کتاب چنین نکردند، یا اون رو دیدن، نشونه ها رو دیدن و تعقل نکردند. اینها چیزی هستش که خب من نمیگم بحث خوب یا بدیشون، نمیخوام اینجا مطرح بکنم، حتما کسانی توجیهاتی دارن، ما هم عالم دین های نیستیم، فقط در حکم مقایسه میتونیم ببینیم که هیچ تقابلی وجود نداره. اگر من آیین خردمندانه زرتشت رو، باورهاشو مثل یک راه، مثل یک وجدان بیدار، مثل یک شیوه زندگی برای خودم با هر دین و آیین دیگری هم که هست انتخاب بکنم و زمانی که به یک تضاد میرسم عقلم رو به کار ببرم، خردم رو، چنانچه ما امروز اگر که بخوایم در مورد خیلی زمینه ها روشن فکر باشیم، چنانچه خیلی از ایرانی های امروز دوست دارن این اصطلاح رو به کار ببرن، باید تعدیل های رو انجام بدن. این تعدیل ها همون روش های خردمندانه یک ما میان و مقایسه میکنیم، ولی خیلی علنی نمیخوایم بیان کنیم که نه این راه غلط بوده و ما داریم این راه رو انتخاب میکنیم. یه کتابی رو میخوندم، آرتمیس جان، در مورد سوسیو بیولوژی، و این در این کتاب در بحث مغز انسان موضوعی رو مطرح کرده بود، خیلی جالب بود و گفته میشه که در سیستم لیمبیک و در واقع اون لوب گیجگاهی انسان بخش های عصبی وجود داره که هم مسئول ابعاد معنوی انسان هستش و هم
در واقع مسئول هیجانات، احساسات و تا حدودی هم بینایی انسان هستش. و جالبه که وقتی که ما تحریک زیاد از حد می کنیم این بخش ها رو، می تونه ما رو به یک افراط در یک زمینه بکشونه. خیلی جالبه که در همین کتاب گفته شده بود که اگر انسان ها یک نیازی درشون به وجود اومده، حتما دلیلی داشته. بله، ما انسان ها نیاز به این داریم که فکر بکنیم که این جسم ما و این زندگی ما پایانی نداره. خیلی جالبه که ما در دین و باور زرتشت تکیه‌مون روی جسم نیست، هرچند به جسم، زمین، کشاورزی و خیلی ابعاد معنوی، حتی ما میدونیم که تمام امشاس بندانمون، حتی ایزدانمون هم بعد معنوی دارن و هم بعد مادی، ولی در کنار اون میاد و خرد انسان رو مرکز قرار میده. اون چیزهایی که در این آیین ملاک قرار داده شده، مثل نور، مثل خرد، مثل عشا، که خیلی جالب پاسخ داده میشه به صورت علمی قانون عشا به اون نظمی که در جهان برقرار شد زمانی که خب اتمای کربن اومدن، هیدروژن اومد و سیارات رو ساخت. برای مثال یه قانونی باید وجود داشته باشه که این نظم رو به وجود بیاره به این شکل. خب ما میتونیم همون رو با قانون نظم و عشای زرتشتی پاسخ بدیم، و من نمیدونم آیا در آیین‌های دیگری هست که چنین دقیق بشه اون پاسخ داد. آیا در آیین دیگری هست که ما بتونیم بگیم که خب من فکر میکنم پس هستم، و در نتیجه وقتی که من فکر میکنم انرژی افکار من در جهان باقی خواهد ماند و هیچ وقت نابود نخواهد شد، چون فکر کردن من نیاز به یک انرژی داره که بعد از مرگ من باقی میمونه. و این پاسخ خوبی برای اینه که ما حتی اگر جسممون از بین بره، خرد ما در جهان باقی میمونه. و برای همینه که ما واژه‌ای رو به وجود میاریم مثل که اوشوربند، من خیلی دوست دارم در بحثم اونو تکرار بکنم. و اریکا جان، ما میتونیم بریم یک میان برنامه ببینیم، بازگردیم، ادامه این جستار رو داشته باشیم، و پس از که بازگشتیم باز من یک نکته الان به ذهنم رسید که اونجا باهاتون در میون می‌ذارم. خیلی سپاسگزارم، میریم و برمیگردیم. خب بینندگان گرامی، بازگشتیم و ادامه جستاری رو داریم که گفتیم درباره اهمیت نگهداری آیین نیاکانی و جهانبینی زرتشتی که در چند هزاره قدمت در ایران داره و تمام میتونیم بگیم هویت ایرانی ما در اون نهفته است. در بخش نخست که داشتیم صحبت میکردیم، من به ذهنم رسید که علاوه بر این که واقعا زرتشتیان در ایران به این تعداد بسیار غم‌انگیز و کم رسیده تعدادشون که اصلا تحت هیچ عنوان این قابل قبول نیست و بسیار هم میتونیم بگیم یکی از فجایع فرهنگی و ملی که داره در ایران اتفاق میفته، ما میبینیم که ادیان دیگری غیر از اسلام رو هم حتی در این چهار دهه از بین بردن و افراد باورمند به باورهای یهودی و مسیحی و حتی حالا من نمیدونم، شاید در عده بسیار کمتری، شاید ما حتی افراد معدودی هم داشتیم که بودایی بودن یا باورهای دیگه، ما میبینیم که اینها بسیار بسیار از بین رفته در ایران و اینها رو ناچار کردن در واقع به کوچ کردن از ایران. و متاسفانه میبینیم که ایران از تنوع و باوری خودش خالی شده و میدونیم هممون اینو که اسلام در نفس خودش یک دین کاملا حذف کننده است، یا من یا هیچ کس، یا باورمند به اسلام یا مرگ. و متاسفانه میبینید که این نگاه خشن موجب شده که حتی ادیان سامی دیگر، هنگامی که ما داریم در باره ادیان ابراهیمی یا سامی صحبت میکنیم، شامل یهودیت و مسیحیت، هم در ایران از بین رفته به خاطر خشونتی که نفس این باور اسلامی در ایران و همه جای دنیا، متاسفانه اینو میبینید که هر جایی که مسلمانان میرن دیگران رو تاب نمیارن و رواداری به هیچ نوع باوری غیر از خودشون و به هیچ نوع نگاهی غیر از خودشون و به هیچ نوع شیوه زندگی غیر از شیوه
زندگی خودشون ندارن. نکته دیگه که اینجا خیلی های اهمیته اینه که ما متاسفانه در خیلی از شبکه‌های اجتماعی یا در خیلی از بالاخره برگه‌های مختلف در قسمت‌های مختلف در برنامه‌های مختلف می‌بینیم که عده‌ای را می‌افتن و برای اینکه خودشون رو نوعی روشن اندیش نشون بدن میگن که همه دینا مثل همن، همه رو باید گذاشت کنار، ما اصلا دین میخوایم چی کار، ما اصلا هیچی رو قبول نداریم، خدا رو هم قبول نداریم، هیچی رو قبول نداریم و این شیوه درست زندگی است. در حالی که من میخوام اینو واقعا به عنوان یکی از اداهای روشن فکرانه امروزی بهش اشاره بکنم، چرا که همه انسان های مثل هم نیستن، همه ما یک قدرت روحی نداریم، همه ما در یک اندازه از خرد و آگاهی و دانش قرار نداریم، بسیاری از انسان‌ها در هر مقطعی از زندگیشون دچار ضعف‌هایی میشن، دچار ناتوانی‌هایی میشن و ممکنه کسانی ها که کمک‌هایی در اطرافشون نباشه که بتونن روش حساب بکنن یا خودشون نیروی ایستادگی در برابر همه ناملامات رو نداشته باشن و خیلی ها نیاز دارند که خودشون یک جوری آرام بکنن، آرامش به خودشون بدن، ازش به عنوان نوعی ترانکولایزر یا نوعی آرام بخش استفاده بکنن. همونجور که میبینین در خیلی از کشورهای دنیا مردم میرن مدیتیشن میکنن و به اصطلاح یوگا میکنن یا کارهای اینچنینی میکنن و خودشون رو آرام میکنن، یک عده هم اعتقاد دارن که خداوندی باید وجود داشته باشه و هست و حالا نقش بسیار مهمی در زندگیشون داره و دوست دارن که به یک باوری باورمند باشن، یک نوع نگاه ویژه‌ای رو در دستشون داشته باشن با یه سری از مراسم. حالا ممکنه که دوست داشته باشن همون گونه که ما مهریان از دوران مهرپرستی یا میترائیزم در ایران روزی 5 نوبت وای میسادیم و نیایش مهر میکردیم که بعدها اینو دیدیم که ما در باورهای زرتشتیمون هم اینو پذیرفتیم که 5 بار نیایش کنید، در این نیایش ها حالتی از مدیتیشن شما خودتون رو آرام کنید و باور داشته باشید که همه چیز خوب میشه، پوزیتیو باشید، مثبت باشید و خودتون رو یه جوری آرام بکنید و این بعدن در باور زرتشتی هم از اون جایی که مداراگر بود نگاه زرتشت آمد و ماندگار شد، 5 نوبت عرج و احترام به اهورامزدا جایگزین شد و بعد میبینید که این از باور زرتشتی به ادیان دیگر غیر ایرانی هم رفت و همینجور هم که میبینید مسلمانان هم از بعد از یهودیان این 5 نوبت نماز روزانهشون رو گرفتن، حتی با واژه خود نماز که نماز به معنی احترام و عرش هست و واژه کاملا ایرانی است و اینو ما میبینیم که در دین اسلام هم اینو گرفتن. منظور من اینه که الزاماً شما اگر هیچ نوع آیین و باوری رو نداشته باشید دلیل نداره که شما خیلی روشن اندیشتر هستید و خیلی درست‌تر و خردمندانه‌تر فکر می‌کنید و الزامی هم نداره که ما انسان‌ها هممون در یک قدرت و استقامت روحی و معنوی قرار داشته باشیم یا هممون در کشورهای زندگی می‌کنیم که مثلا شبکه‌های نیرومند قانون و کمک‌های اجتماعی و نمی‌دونم امکانات مختلف در اطرافمون باشه که ما را از افتادن زمین در هر لحظه زندگیمون بالاخره یه جوری نگه داره. بنابراین من این رو چیز بدی نمیدونم که عده‌ای حتما باورمند به یک آیین بمونن. موضوعی که ما اینجا داریم اینه که ما ایرانی‌ها که خودمون به همه جهان آیین و باور صادر کردیم در تمام تاریخ و به مردم جهان شیوه زندگی، نگاه زندگی، واژه خرد رو ما اصلا به مردم جهان ارائه کردیم و زرتشت بزرگ ما میدونیم این کار کرد برای نخستین بار در جهان و هنوز کسی دیگه نیومده ادعا بکنه، جایی هم ثبت نشده کسی جلوتر از دوران زرتشت آمده باشه و مفهوم خرد رو به جهانیان ارائه کرده باشه. ما کسانی که یک همچین باورهایی رو تونستیم به همه مردم دنیا بدیم و فلسفهش رو اصلا ایجاد بکنیم هیچ دلیلی نداره اگر نیاز داریم به یک باور و نیاز داریم به یک شیوه زندگی و نگاه به زندگی و یک مراسمی برای آرام کردن خودمون حداقل، نیاز نداریم که این وارداتی الزام باشه. سخن اینجاست و اهمیت نگاهداری از آیین زرتشت از همین جا آغاز میشه که چرا من و شما باید این آیین ملی خودمون، نیاکانی خودمون رو از دست بدیم بعد بریم آیین‌های وارداتی دیگه بیاریم
که هیچ تناسبی در واقع هیچ همگونی با شیوه زندگی من و شما ایرانی نداره، با باورهامون نداره، با مراسم ایرانیمون نداره، با اندیشه ما نداره، با هیچ چیز، با حتی خوراک ما، با زندگی روزانه ما هیچ نوع همگونی نداره، با شیوه پوشش نیاکانی من و شما، شیوهی که در تمام ما نهادینه شده در ذهن من و شماست، با هیچ کدوم اینا تناسبی نداشته باشه و ما بیایم اینو وارد کنیم و به زورم بکنیم در حلقوم ملت که شما باید این باور رو بپذیرید و راه همینه و هیچی هم نیست. و جالبه ما اومدیم خشنترین آینی که ممکن بود در همه جای جهان پیدا بکنین و آوردیم به مداراگرترین و خردمندترین کشور جهان که ما ملت بودیم، به زور تسلی دادیم و سلطه دادیم، سیطره دادیم. و جالب این هست که در این شیوه خاص زندگی که اکنون شما دارین دقیقا تا کور تا ریشه خودش در ایران میبینید وجود داره، همه چیز برای مردم ایران غیر قابل باوره و همه چیز غیر قابل پذیرشه و همه چیز در جنگ با این ملت، با اندیشه این ملت در جنگ، با شیوه پرورش فرزندشون، با شیوه لباس پوشیدن ملی ما در جنگ، در شیوه غذا خوردنمون، در ملت بسیار شاد و شادزیستی که ما بودیم. این آیین همش در تضاد و مرتب دارن تو سرمون میزنن که ما اصلا نباید همه این هویت ملیمون رو داشته باشیم، همه اینا رو بذاریم کنار، این آیین رو بیارین و شبانه روز بزنین تو سر خودتون و گریه کنین و بدبختیاتون رو بیارین جلو چشتون و نفس هم نتونین بکشین. و خیلی خیلی ناراحت کننده است باور زرتشتی که همش بر مبنای خرده و میتونه بروزترین باور زندگی باشه، برای اینکه به شما یه فرمول نذاشته از 3000 سال پیش بگه شما باید با این فرمول زندگی کنین و بخورین و بیاشامین و نفس بکشین و غیر این فرمول هم شما دیگه اصلا مغز تعطیل، هیچ کار دیگه نمیتونین بکنین، چه فکر دیگه هم نمیتونین بکنین. جالبه ما همچین باور مترقی رو بذاریم کنار، نگهش نداریم و بیاین بریم باوری رو جایگزین بکنیم که برای نفس کشیدن شما یه فرمول داره و اگه غیر از این انجام بدین شما باید مجازات بشین. حالا من اینجا از خانم دکتر بقایی میخوام که به ما اینو بگن که حتی اگر کسی باور نداره، آیا خردمندان است که با آیین زرتشت هم در ستیز باشه؟ آرتمیس جان، خب در پیروی از اون چیزی که شما گفتین من دوباره اشاره بکنم که ما از نظر جسمی هم از 30,000 سال پیش نشانه هایی رو داریم که انسان ها همیشه آیین هایی رو انجام میدادن. حالا اون آیین ها برای آرامش درونیشون بوده، برای انجام مراسمی بوده که میتونست خیلی وحشیانه باشه و همراه با قربانی، میتونست هم فقط در رقص و پایکوبی های عرفانی باشه. این نیاز جسمی و پاسخی به اون بود معنوی انسان هستش که بخشی از مغز هم در پیدایش اونها نقش داشته. و همونطور که گفتیم ما در هر دین و هر باوری که نگاه بکنیم یک پیامی رو میبینیم. به نظر من اون پیامی رو که خب ما همیشه با دوستان وقتی بحث میکنیم گفته میشه که چرا مثلا اینقدر تقابل وجود داره به ویژه بین آیین اسلام و آیین زرتشتی. به خاطر اینکه پیامی رو که این دو باور داشتند، حالا یکی دین و یکی باور، دو راه متفاوت بوده، الزاماً نمیگم در تقابل هم متفاوت بوده، یکی از اونها اگر نگاه بکنیم بیشتر ابعاد سیاسی رو مد نظر داشته، اون در شیوه حکمرانی چگونگی برخورد، حتی میتونم بگم کتابی رو که کتاب دینی بوده بیشتر کتابی مردانه بوده، در خیلی جا گفته شده به زنان خودتون بگید، یعنی که پیامی بوده برای مردها تا به زنانشون بگن، در حالی که ما چنین چیزی رو نداریم در آیین‌های خودمون. و اگر من به عنوان یک زن میام و میگم من این راه رو میپذیرم یا بهش باور دارم، خب مثلا من دوست دارم که اون کتاب دینیش، اون خدای من با من هم بتونه طرف صحبت باشه. و ولی پیامی که زرتشت داره یک پیام اخلاقی هستش. ما داریم میبینیم که میاد و در مورد قربانی میگه که
قربانی نکنید از آزار، شکنجه و ستمی که به چهارپایان میره شکوه میکنه، میاد و کشاورز رو بالا میبره. این خیلی مهمه که خیلی اوقات وقتی که به ایرانی ها در مورد آینه تاریخشون شک و شبهه وارد میشه، یعنی شماها در بیشتر دوران تاریخی کوچنشین بودین، در حالی که ما میبینیم که در این کتاب گفته میشه که چقدر کشاورز مهمه و ما میتونیم اون رو در واقع یک آغاز، یک شروع پررنگ برای یک جانشینی، برای شروع کشاورزی و اهمیت به زمین بدیم، حتی زن رو، زمین رو هم ارزش قرار میدن. در کنار اون شادی چقدر مهم هستش. در کنار اون ما میبینیم که خدایان نمیگم، ایزدان این دین در واقع کسانی هستن که با عناصر ملموس زندگی من درگیرند، با نور که در اندیشه های عرفانی ایرانی حتی بعد از اسلام، زمانی که ما میان و اندیشه های عرفانی رو میبینیم، تمام اونها باز یک برگشت دادن به همون اندیشه هایی که در بطن وجودی پیام زرتشت بوده، به نور، به روشنی، به اشراق. و شادی چقدر برای انسان، مگه میشه یک انسان خردمند باشه و نخواد که شاد باشه؟ شادی مهمترین پیامدی بوده که مهمترین هدیه خداوند خرد برای انسان ها بوده. ما امروز داریم میبینیم که بزرگترین مشکلی رو که مردم سرزمین ما دارن کمبود شادی است. ما داریم میبینیم که امروز جشنهایی که در اونها فقط یک مراسم تکراری و روتین بوده، یک مراسم خوش بوده و هیچ جشن و احساس شادی درونی رو در پی نداشته، از بین رفتن. تنها اونهایی ماندگار شدن که در اونها یک جشنی که از درون انسانها شادی رو بیاره باقی مونده. ما داریم میبینیم که سرزمین و دفاع از مرزها در این پیام زرتشت مهم بوده. اینطور نبوده که بیاد بگه خب اگر به شما حمله کردن بیان و درها رو باز کنید و بگه خوش آمدید، ما شما رو میپذیریم. چنین هم نبوده. نه خیر، اگر شما حمله نکنید، کشور گشایی نکنید، ولی اگر به شما آسیب رسونن، خواستن زمینتون، خونتون، سرزمینتون رو بگیرن، با اون هم مبارزه کنید. ما میان رو ترین باورها رو داشتیم و این یعنی پیام اخلاقی زرتشت. زرتشت نگفته که صبح در گاد ها، ما هیچ جایی رو نمیبینیم لاغت ها ترجمه هایی که من دیدم، که صبح ساعت مثلا فلان بلند شین و به این شکل این نماز رو بخونید، تمام تاکیدش فلان می رو نخورید، فلان کار، چنین پیام هایی رو نداشته. نه ایمده در مورد اینکه چطور میتونیم یک کشوری رو اداره بکنیم، چطور میتونیم به مردمان حکومت کنیم صحبت کنه. اون تمام پیامش پیام اخلاقی بوده. خب در یک پیامی چنین اخلاقی، چنین خردمندانه، چنین شادی آفرین، چطور ما یک انسان خردمند، یک انسان آزاداندیش میتونه باش مخالفتی داشته باشه؟ به نظر من ما میتونیم شروع کنیم، حتی اگر که دین دیگری رو ترجیح میدیم، حتی اگر میترسیم که به اون دین شکی رو داشته باشیم، دست کم حتی میتونیم فقط به عنوان یک روش زندگی بعضی پیام‌هاشو، اندیشه یعنی گفتار نیک، کردار نیک رو با همین پیام کوتاه شروع بکنیم و بعد بریم وارد بطنش بشیم، وارد متن‌هاش بشیم. وقتی که میاد و در مورد سوگواری به شما میگه که گریه‌زاری نکنید چون بدن آسیب میرسه، وقتی که گفته میشه بیان و اون آرامش رو برای بازماندگان ایجاد کنید. البته این در متن پیام زرتشت نیست، در آیین‌های زرتشتی هستش. این چیزی که الان دارم در مورد سوگواری میگم، گریه نکنین چون سد راه مرده به بهش مثلا میشه. چنین باورهایی برای چی بوده؟ برای اینکه بدن من در آسایش و آرامش پس از مرگ یک در گذشته باشه. چنین باورهایی رو سرمش قرار بدیم و ببینیم که آیا تغییری در زندگی خودمون احساس میکنیم یا نه، آیا زندگی ما با خوی ایرانیمون هماهنگ‌تر میشود یا نه. درسته، خیلی این نکته اهمیت داره که همه ما ایرانیان این نکته رو بدونیم که ما هرگز به آیین زرتشت به عنوان یک مذهب
نگاه نمی کنیم و اصولا ایرانیان انسانهای مذهبی نبودند. ایرانیان انسانهای آیین‌مند بودند. یعنی چه در دوران آیین مهر، چه در پس از اون در باور زرتشتی و نگاهی که از زرتشت براشون به جا ماند، آیین‌مند بودند. یعنی شیوه زندگی ایرانیان بوده که همه معنویاتشون رو تعیین می‌کرده، نه اینکه یک مذهبی باشه که در دستشون به عنوان یک وسیله ازش استفاده کنن برای رسیدن به خواسته هاشون و زیر پا گذاشتن دیگران و جهانگشایی هاشون، یا برای اینکه نمیدونم کارهایی که مطابق میلشون رو انجام بدن. در واقع ایرانیانی که ما بهتون میگیم آیین‌مند بودن، آیین شیوه زندگیشون بود و نگاهشون که چقدر هم روشن بود. ببینید ایرانیان در پیش از دوران زرتشت، هنگامی که مهری بودند یا میترایی بودند و باورشون این بود که خورشید بزرگترین منبع انرژی همه جهان و هستی و مبنای وجود اون خورشید میگرده، حتی در ما نمیدونیم واقعا این آینه میترا یا مه چند هزار، شاید بیش از 10,000 سال وجود داشته باشه، کسی نمیدونه، ولی اینو میدونیم که ما و عموزاده های هندیمون هنگامی که ما همه با هم یک ملت آریایی بودیم و هنوز جدا نشده بودیم، ما باورمند به آینه مه بودیم. و جالب اینه حتی در اون آینه مه ما به روشنایی و نور علاقه داشتیم. ببینیم ملتی که همه چیز براش در روشنایی و نور خلاصه میشه و از تیرگی و تاریکی بریست. این نکته خیلی اهمیت داره که ما اینو بدونیم. وقتی که ما زرتشتی هم شدیم و زرتشت اومد و اون نگاه زرتشت رو گسترش دادن در همه جای ایران بزرگ آن زمان و ما ایرانیان همه به اون باور گرویدیم و اون آیین رو آیین زندگیمون کردیم و اهورامزدا جایگزین مهر شد و شد دانای مطلق، ببینید باز ما از دنباله اون نور اومدیم باز به دانایی و خرد، یعنی باز نیومدیم به تاریکی و اهریمنی زندگی کردن و شیوه کشت و کشتا و شیوه خشونت و خونریزی و دیگران رو زیر پا گذاشتن و همه چی رو نابود کردن و همه چی رو خودمون رو اشرف مخلوقات دونستن و همه چی رو در انحصار خودمون گرفتن و نابودی ایجاد کردن و بدی گستراندن. بنابراین هنگامی که ما میگیم ما ایرانیان همواره در سفیدی و روشنایی و نور زندگی میکردیم و برای همینه که ما میگیم اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک، برای که هنگامی که ما بین نیک و بد تمیز قائل شدیم، تمایز گذاشتیم و خودمون رو در جبهه نیکی دونستیم و نیکی رو خوب دونستیم و ارزش دونستیم و از بدی و سیاهی و تبایی و اهریمنی زندگی کردن دوری کردیم، این شد شیوه نگاه زرتشتی ما. و من نمیدونم آیا به نظر همه شما ایرانیانی که ممکن این برنامه رو ببینید این چیز بدی است که من و شما ازش بری باشیم و ازش گریزان باشیم و نخواهیم بپذیریمش و جایگزینش بکنیم با باورهای دیگه، و حالا حتی اگرم که میخواییم باوری نداشته باشیم، اخلاق که میخواییم داشته باشیم، اتیک و پرینسیپل که میخواییم داشته باشیم، به حساب پرنسیپ که زندگی ما باید داشته باشه و این پرنسیپی که در این باور هست و در این آیین زندگی هست، کجاش با افرادی که خدا باور هم نیستن در تضاده؟ این مهم، نکته مهمه که ما بدونیم ما به چیزی باورمند نیستیم که مقطع داشته باشه، که زمان الزامن داشته باشه، که مکان الزامن داشته باشه و یک چیز رو به شما دیکته بکنه و بگه فقط این درسته و اگر شما از این شیوه زندگی استفاده نکنی شما حتما خیلی آدم بدی هستین و من با شما رو حذف بکنم. چون چنین چیزی وجود نداره در این باور، در این نگاه به زندگی، در نتیجه شما میتونید اینو همیشه بروز بکنید، چون منبع و مرجع این باور خرد شخصه، خرد شماست و خرد شما با زمان هر آن چیزی که خردمندان است مطابق روز میتونه تجزیه و تحلیل بکنه، تو دو کفه ترازو بذاره. اگر خرد اینو، یعنی خرد نه عقل الزامن، خرد یعنی عقلی که اخلاقمنده، پرورش یافته است، تهذیب شده است، فقط شما رو بین سود و زیان شما رو تمایز نمیده، بین سود و زیان شما همزمان با در نظر گرفتن اصول اخلاقی و نیک و بد، خوب نبودن یک چیز شما رو ترغیب نمیکنه به اینکه به هر قیمتی به اون دسترسی پیدا کنید. در نتیجه اگر شما با خردتون زندگی میکنید، تا هر زمانی که انسانها روی این کره زمین زندگی میکنن، میتونید زرتشتی باشید و میتونید به روز زندگی بکنید
و میتونید در هر جامعه ای زندگی بکنید. این خیلی مهمه. البته خب من مطمئن هستم که جوامع اسلامی شما رو اجازه نخواهد دادن زندگی کنید، چون یکی از اصولی که جوامع اسلامی دارن اینه که من و غیر از من غیر ناخودیست و همه باید حذف بشن، یا باید به من، به باور اسلامی من باور بیاری و به شیوهی که من به تو میگم زندگی کنی، یا باید حذفت بکنی. و این شیوه رو متاسفانه میبینید که مسلمانان در کشورهای اروپایی، در کشورهای دیگه هم که میرن، به خشونت کاملا در دنیای امروز در 1003 انجامش میدن. و شما امروز اگر در سوئد برید در خیابونی که مسجد هست رد بخواید بشید، خیلی از اوقات میبینید که مسلمانان عزیز اون سر خیابون وایستادن و زنان غیر مسلمان سوئدی رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، و اگر ضرب و شتم هم نکنن فحاشی میکنن و ایجاد ترس و وحشت میکنن که غیر مسلمان از اون خیابون دیگه رد نشه. خیلی بحث جالبی بود دکتر بقایی. اگر دوست دارین در این دقیقه پایانی چیزی به جستار اضافه بکنین، خواهش میکنم بفرمایید. هر یه نکته آرتمیس جان به ذهنم رسید که خب ما بزرگان و اندیشمندانی رو در سال تاریخ خودمون داشتیم، فردوسی بزرگ رو داشتیم، عمر خیام رو داشتیم، افتران اشرابوری رو داشتیم، و خب مولانا را هم به نوعی میشود گفت که خیلی اوقات در اندیشه های اونها، در باورهای اونها شک و شبه هایی هست. خیلی ها دوست دارن اونا رو به اسلام بچسبونن و خیلی ها دوست دارن اونا رو به زرتشت بچسبونن، ولی اون چیزی رو که به نظر من به بحث ما ربط داره این هستش که هیچ کس نمیتونه مدعی بشه که اونها، به ویژه فردوسی وقتی که میاد میگه به نام خداوند جان و خداوند خیرت، به نام خداوند جان و خیرت، که از این برتر اندیشه برنگذارد، در واقع منظورش خداوند خیرتی بوده که ابومرزا خداوند جان و خداوند خیرت شکل ترجمه شده اون میتونه باشه. و شاید اگر ما حتی بتونیم این بزرگان رو که با اخلاق ایرانی، با و در واقع بهترین میراثداران فرهنگ ایرانی بودن، خودمون رو پیرو اونها، نه پیرو، در واقع مانند اونها یا به قول تاجران رنگ اونها کنیم و سعی کنیم به همین شیوه با باورهای درونی شده زرتشتی راه زندگیمون رو طی بکنیم، شاید بتونیم میراثداران بهتری در فرهنگمون و برای آینه های زرتشتی باشیم. درسته، کاملا همینطوره. سخن ما هرچی که تا اینجا دربارش گفتگو کردیم اینه: اهمیت ایرانی بودن، اهمیت ایرانی ماندن و اهمیت حفظ هر اون چیزی که هویت ایرانی ما رو میسازه، بی نهایت در دنیای امروزی که گلوبالیزم سعی میکنه همه جهان رو متحد کنه و بیشکل کنه و به شکل ظرفی که خودشون دلشون میخواد در بیارن، این اهمیت فوق‌العاده‌ای داره برای یک کشور چندین و چند هزار ساله کهن مانند ایران. و همون جوری که شما دارین می‌بینین، اون گونه‌ای که هندی داره فرهنگش رو نگه می‌داره، اون گونه‌ای که چینی داره فرهنگش رو نگه می‌داره، اون گونه‌ای که ژاپنی داره فرهنگش رو نگه می‌داره، آیا من و شما ایرانی هم اونقدر احساس مسئولیت و خیشکاری در خودمون می‌بینیم که خودمون رو ایرانی نگه داریم، که فرزندانمون رو ایرانی بار بیاریم و حداقل نگذاریم آیین نیاکان چند هزار و چند سالمون به این راحتی از لای دستامون مثل آب روان بریزه و از بین بره؟ خیلی سپاسگزارم از اینکه به این برنامه ها توجه میکنید و خواهش میکنم که به وبسایت iranianrenaissance.com مراجعه کنید، اونجا مقاله ها و برنامه ها رو بخونید. برنامه های شاهنامه آوایی اونجا هست، کلاس های شاهنامه هیوستون به مدت چند سال برنامه هایی در هر ماه برگزار میکرد و اینا اونجا هست. بسیار منابع با ارزشی است که باید استفاده بکنید، در اختیارتون هست. همینطور یوتیوب ایرانیان رنسانس یا نوزایی ایرانی با همون لوگوی مخصوص نوزایی ایرانی که بارها نشون دادیم، ققنوسی که از فراز البرزکو بلند میشه، خواهش میکنم بریم و سابسکرایب بشیم و این برنامه های با ارزشی که اونجا هست و اساتید بسیاری، اساتید دانشگاهی همه در اونجا برنامه‌های خیلی خیلی با ارزش و آکادمیک ایران شناسی، تاریخ شناسی، زبان شناسی و حوزه فرهنگ و تمدن ایران دارن، ببینید و به سایرین هم
نشون بدید و اجازه بدید که فرزندانتون در بیرون و درون ایران ایرانی بار بیان. سپاسگزارم خانم دکتر بقایی و سپاسگزارم از بینندگان و شنوندگان این برنامه و تا برنامه آینده شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار. ممنون و بدرود.